بهترین گزینه اینه که دستگاه‌های اجرایی به ویژه در پروژه‌های ملی مثل راه شهرسازی، راهداری، آبفا، آب منطقی، اینه که پروژه‌های ملی دارن، اینها در حین تدوین لایحه دفاعیات خودشون رو در مرکز انجام میدادن که ما با این چالش مواجه نشیم، چون مستظر هستید که حدوداً 20% بودجه استانیه و 80% بودجه ملیه و چنانچه دستگاه‌های تخصصی در مرحله تدوین لایحه در دولت کنش فعالانه می داشتم، به طور طبیعی وضعیت ما بهتر بود، که خب این کنش فعالانه وجود نداشته و نکته ای که جناب عالی میگید صحیحه و اتفاق افتاده. حالا ما باید تلاش بکنیم که به هر میزان که ممکن باشه در مجلس این رو اصلاح بکنیم و عادلانش بکنیم. و الان سال آینده چقدرش استانی آقای صفایی؟ 20% استانیه، 80% ملیه. پس این که میگنم بودجه سال آینده محوریتش استانیه، که مثلا همون 20% قبلیه دیگه، یعنی؟ بله، نه تغییر از اون جهت ملی استانیش وجود نداره. نفعه اونه امروز یک از نمانده های استان صحبت کرده بود، گفته بود که بودجه محوریتش استانیه سال آینده. متاسفانه خیر رو همون ریل، چون ما همیشه تأکید داشتیم که به خاطر اینکه مناطق کمتر برخوردار هم بهش توجه بشه، در بودجه بندی تمرکز زدایی بشه و اختیارات به استانها داده بشه. متاسفانه در بودجه 1401 هم 80% بودجه ملیه و 20% استان.